سلام میکنم خدمت دوستان عزیز، خیلی خوش آمد میگم بهتون به این برنامه امروز که قرار هست در مورد نرگس محمدی صحبت بکنیم. من وقت رو خیلی نمیگیرم، کلام رو به آسی امینی میسپارم. بفرمایید آسی جان. منم سلام میکنم، خیلی ممنونم بنیامین جان از اینکه این فرصت رو فراهم کردین برای انجمن قلم، و سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر عبادی و آقای تغییر رحمانی، و خیلی خوشحالم که قراره که امروز در واقع صدای ایشان رو به نیابت از صدای نرگس بشنویم. در واقع انجمن قلم نروژ عضوی از خانواده انجمن جهانی قلم هست که رسالتش رو بر مبنای دفاع از حق آزادی بیان برای نویسندگان و اهل قلم تعریف کرده. فعالیتشون متمرکز هست بر دفاع از حقوق نویسندگانی که به دلیل سانسور و نقض حق آزادی بیانشون گرفتار حکومت‌های تمامیت خواه و توتالیتر میشن، و در همین راستا اعضایی رو از کشورهایی که ناقض آزادی بیان هستن به عنوان عضو افتخاری خودشون انتخاب میکنن که بتونن از این طریق در واقع صدای کشور، صدای نویسندگانی رو که در کشورهای مذکور شاید در جامعه جهانی کمتر شنیده میشه رو بلند بکنن. انجمن قلم نروژ 7 عضو افتخاری داره از 5 کشور که 3 تاشون از ترکیه هستن. من سریع نامهاشون رو اشاره میکنم: ایلهام سامی پوماک، کاندوندار و اصلی اردوغان از کشور ترکیه، ادوارد سنودن از کشور آمریکا، ایلهام توهتی از کشور چین، خدیجا اسماعیلووا از کشور آذربایجان، و بالاخره نرگس محمدی از کشور ایران. اقداماتی که انجمن قلم نروژ برای دفاع از اعضای افتخاری خودش انجام میده بسیار متفاوت و متنوع هست، از برگزاری نشست ها و مناظره ها و دیبیت هایی که متمرکز هست در مورد آزادی بیان در این کشورها، تا نامنگاری و پاسخگو کردن مقام های سیاسی نروژی و ایرانی در مورد نرگس محمدی و سایر کشورها در مورد اعضای دیگرشون، و به طور مثال در مورد نرگس محمدی نامه نوشته شد به وزیر خارجه نروژ، همینطور سفیر نروژ در ایران و سفیر ایران در نروژ، و اونها رو پاسخگو خواستن در مورد وضعیتی که اخیراً با احکام بسیار ناعادلانه‌ای که برای خانم نرگس محمدی صادر شده، یعنی حکم شلاق و زندان دوباره، در واقع اعتراض خودشون رو نشون دادن، و همینطور اکشن هایی مثل برگزاری تحصن و تجمع در مقابل پارلمان یا امثال این. در واقع هدف این هست که همونطور که گفتم هم جامعه جهانی حساسیت پیدا بکنه نسبت به نقض آزادی بیان و در واقع سانسوری که بر نویسندگان و اهل قلم در این کشورها میره، و هم در واقع از حق دموکراتیک خودشون در کشورهای آزاد استفاده بکنن تا دولت‌هاشون رو پاسخگو بخوان و پاسخگو نگه دارن در مورد مسئولیت پذیری در نقض حقوق آزادی بیان و حقوق بشر در سایر کشورها. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، آقای رحمانی عزیز، خانم دکتر عبادی و خانم امینی عزیز و بنیامین عزیز. خب آقای رحمانی، من چند تا سوال میخواستم از خدمتتون داشته باشم. اول اینکه خب در واقع 3 تا سوال هستش که ممنون میشم که به ما یکم در مورد وضعیت نرگس توضیح بدید. اول اینکه خب الان نرگس دقیقا در کدوم زندان هست، و با توجه به حکمی که داره این رویه و این پروسه قرار هستش که به چه منوال ادامه پیدا بکنه. سوال بعدی این که خب نگاه شما چی از آقای رحمانی؟ نهادهای بین المللی، سازمانهای جهانی چه کمکی میتونن در این زمینه بکنن؟ آیا در واقع هم تو قالب انتظار شما، و اینکه راهکار شما چی میتونه باشه در این زمینه؟ و اینکه خب رویه و رویکرد نرگس
یک رویه بسیار مدنی بود، یعنی شیوه نرگس یک شیوه بسیار مدنی بود و جمهوری اسلامی نشون داد که میزان تاب‌آوریش در مورد اکت نرگس که بسیار مدنی هست هم بسیار محدود هست. در واقع من میخوام نظر شما رو بدونم که با توجه به اینکه نرگس یک پروسه طولانی زندانی رو داشت، در زندان رو داشت، مدتی بیرون بود، ولی وقتی که بیرون اومد از حالا دوره قبلی که حکم قبلی که داشت بیرون اومد، خیلی قوی تر و محکم تر به مبارزه ادامه داد و شکل فعالیتش واقعا و جسارتش نشون داد که نرگس نه ترسی داره نه ابایی داره. به نظر شما چی نرگس رو اینقدر هر روز قوی و قوی تر کرد؟ ممنونم از شما. ببینید نرگس باوری داره به حقوق بشر با انگیزه ها که از اعتقاد دینیش داره و الگوهایی که داره، مثلا مثل حالی صحابی با چهره های گوناگونی که پیگیری داشتن آشنا بوده، مثل خانم عبادی، مثل خانم اعظم طالقانی و همچنین خانواده نرگس. بخش عظیمی از خانواده نرگس در دهه 60 اعدام شدن و زندانی بودن و اینا همه ویژگی های انگیزه ایه. ولی در جدا از اون، نرگس وقتی که من با نرگس آشنا شدم دانشجوی دانشگاه بین‌المللی قزوین به نام امام خمینی بود، یه دختری بود خیلی کوهنورد، خیلی فعال که به کلاس هایی که بیرون از دانشگاه ولی که من میذاشتم شکل علنی نداشت آمد و در اون کلاس ها شرکت کرد. و وقتی من دستگیر شدم نرگس صدای بلندی برای همه خانواده های ملی مسئله شد و بعد وقتی با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری کرد که خانم عبادی تشکیل داد، نرگس یه شکلی کاملا حقوق بشری پیدا کرد تا با اون الگوها و انگیزه ها که داشت و مدام در این راه به اصطلاح کم نذاشته، مدام هی پر انرژی تر اومد. گاهی من در مورد انرژی اون گاهی ترمزش شدم، واقعی احساس میکردم باید این جاهایی وایسته و برگرده به عقبش نگاه کنه دوباره حرکت کنه. ولی این انگیزه همونجوری گفتی بعد از زندان بیشتر شد. زندگی کردنش با زندانیان جرم عادی نشون داد بحران‌های اجتماعی در ایران خیلی فراتر از مسائل سیاسی و ناکارآمدی حکومت و در همطور ظلم و تبعیض خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. وقتی با زندانی عادی زندان بکشید، من خودم کشیدم، متوجه میشین مشکلات ساختاری خیلی عظیم‌تر از اختلافات سیاسی و این حکومت این مشکلات رو عمیق‌تر کرده. اینه در نوشته های نرگس از زندان زنجان میتواند دید قوانین نادرستی که وجود داره در مورد زنان، قوانینی که وجود داره بنام قانون مجازات اسلامی که سراسر مال دوران گذشته است، اساساً کارایی نداره و تمام زندگی ایرانیان رو تقریباً این قانون تباه کرده. خب همه اینا در نظر بگیرید، خب نرگس در اومد بیرون روز هم یه چیز زوم کرد که من خیلی بگم، اون مخالفت با سلول انفرادی. سلول انفرادی جایی است که شوفیلی که شما مخواهید نشان میدید انسانها رو میارن و خورد مچاله میکنن و بعد برای طرف پرونده میسازن. من خودم به سلول انفرادی اداره نداشتم، در نسل من مبارزه سلول انفرادی جزئی از مبارزه بود. نرگس یه ایده حقوق بشری تو ذهن من انداخت که منم مخالف سلول در این مورد انرژی به خرج بدم و بگم سلول انفرادی شکنجه است. این یعنی رسیدن به حق شهروندی. چرا باید این نفر مبارزه مدنی سیاسی میکنه برای سلول انفرادی؟ واقعیت من ایداره نداشتم، اون ایداره اون به من داره. من این داره از اون گرفتم، نسل جدیدتری که اومده بودن ما سلول ما انفرادی جزء مبارزه می‌دونستیم، می‌گفتیم چشم ما کور باید بکشیم. من خودم بوده یک سال این سلول انفرادی در مقطع 6 ماه 4 ماه 3 ماه 2 ماه کشیدم و عده خیلی بیشتر از ما، ولی اینو روش زوم نکرده بودیم. یک نگاه حقوق بشری نرگس برای این هزینه داد، درگیر شد و یکی از جرایمش هم همین درست کردن این فیلم با اون کتابه. الان یکی از پرونده‌هاش سلول انفرادی جای خوبی روش دست گذاشته. کسی مبارزه کرده میدونه که سلول انفرادی آقایان نتیجه گرفتن از تو سلول انفرادی و خیلی از زندانی ها رو شکستن و براشون پرونده ساختن و این نباید باشه. این به نظر من خیلی مهمه که تو این فیلم هم داره تلاش میکنه اینه نشان بده. اما در مورد اینکه الان نرگس در چه شرایطی، نرگس اتفاقا تو سلول انفرادی وزارت اطلاعات گرفته
همین وزارت اطلاعات و همین سلول انفرادی 209 مستقر در زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات، نرگس در سال 1989 دچار فلج عضلانی شد. الان یک ماه دستگیر شده، ماهش خبری دیگه ازش نداره و میگویند وکیلم نمیتوانید شما حتی براش انتخاب کنید که پیگیر کار اداریش باشه. نگرانی موازی جسمی شد دوباره دچار اون فلج عضلانی بشه و به نظر من دارن ازش انتقام میگیرن و دوران به اصطلاح خودشون رو کم می‌کنن. نرگس در این یک سال هم که بیرون بود تمام کارهایی که کرده شده جور، یعنی مثلا چرا برای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی چم روشن کرده، رسما بهش گفته، حتی بهش میگن این شارلاتان بازیه. چرا رفته جلوی سفارت پاکستان به اقدامات طالبان در افغانستان اعتراض کرده، چرا فیلم ساخته، چرا به حکم ناعادلانه که بهش دادن اعتراض کرده. یکی از مواد اینه، مثلا نرگس 3 ماه زندان محکوم شده به خاطر شکایت رئیس زندانی که نرگس کتک زده و فیلمش هم هست حتی منتشر شده. رئیس زندان از نرگس شکایتش بهش ترتیب اثر داده نشده، ولی شکایت نرگس رو برداشتن، شکایت رئیس زندان رو ترتیب اثر دادن و نرگسی کردن به اصطلاح محکوم و میگن تو چرا تمکین نکرد، یعنی نرفت چرا تو این دادگاه شرکت کنی، خب 3 ماه زندان دادی، 80 ضربه شلاق دادی که وحشیانه است و ظالمانه است، جریمه نقدی کردی، وقت این که تمکینم نکردی جرمه. یعنی در حقیقت این دیگه یک نوع اصلا نمیشه چه اسمی روش گذاشت، روزان محکوم میره میکشه دیگه. اینا وضعیتی که ما قرار داریم. ولی واقعیت اینه که غیر از نرگس دو خانم زنان دیگه هستن تحت فشار دارن، لیلا حسین آبادی، خانم عالیه مطلبی زاده و زنان زیادی هستن که اتفاقا میتوانن در پی هم یک موضوعی امدادی برای اثبات بشتا تأخیر قوانین ظالمانه که به ضرر زنان هست به نفعش تبدیل کنن. خب نرگس در این مورد الان تلاشش کرده، الان هم انفرادیه. واقعیت اینه تو یک سال آزاد شدم از زندان از این مسئله دست نکشید. این چیزی بود. نگاه من هم اینه، ببینید من بیشتر از نهادهای حقوق بشری خارج از کشور توقع دارم یا کشورهای دیگه که فشاری باشن بر دولت‌هاشون که معیارهای دوگانه حقوق بشری بذارن کنار. ببینید جمهوری اسلامی و دولت چین همواره وقتی که می‌خواهد حقوق بشر یک چیز بنیادی نیست، به تعبیر نرگس عین خواسته‌های خداوند روی زمین از نظر نرگس، اینا همواره میگن خب این غربی‌ها که حقوق بشر معیارشون دوگانه است، بگم من حقوق بشری که فلان جا رعایت نمی‌کنه، همواره میخوان اصل قضیه رو به شکلی نعتی منحرف کنه. حقوق بشر یه اصول انسانی است که باید رعایت بشه، هر دولتی رعایت نکنه محکومه. اگر دولت ها غربی معیارهای دوگانه رو در حقوق بشر زیاد بکنن، در نزد مخاطبان کشورهای مثل چین و ایران این ذهن میفته که بله این شعاره، زمینی که برای یه فعال حقوق بشر ما میدونیم در کشور اروپایی نهادها مستقلن و با دولت‌ها فشار میارن، دولت ساخته نیستن، و جوامع ما اونچنان آگاهی گسترده‌ای در این نوع وضعیتی نهادها ندارن. اگر نهادهای حقوق بشری در اروپا فشار بیارن که دولتشان معیارهای دوگانه در مورد اجرای حقوق بشر نداشته باشن، به نظر من هم به نفع حقوق بشره. همین توقعی است که ما داریم، امثال ما داریم، چون خلاص دولت های منافعی دارن، ولی این جامعه مدنی این کشورها میتوانن فشار بیارن. خب کشور نروژ نهادهای مدنی قوی داره، این انتظار بیشتره. کشورهای اسکاندیناوی در این مورد به نظر من میتوانن مؤثرتر باشن، زمینی که این خواسته عمومی ماست که معیارهای دوگانه در مورد بشر به کنار گذاشته باشه، تو بهانه عدس رژیم های مثل ایران برای بازی با افکار اون بخشی از افکار اون میشان کنار گذاشته باشه، مثل ایران، مثل دولتی چین. زمین که حقوق بشر اساسا یه چیزی بالاتر از دولت ها مذاهب و بنگاه های اقتصادی است، یک آرمان انسانی بزرگ باید پاس داشته باشه. خیلی ممنون و تشکر از شما. خیلی ممنونم آقای رحمانی عزیز از توضیحات شما. خانم عبادی در خدمتتون هستیم. اول اینکه از نگاه شما، خب همونطور که مطرح شد، چطور نهادهای بین المللی میتونن از نرگس حمایت بکنن و در واقع صدای نرگس و زنان زندانی در ایران باشن، و همینطور اینکه خب
حالا با توجه به فعالیت‌های نرگس چقدر فکر می‌کنید که حالا به نوعی میشه اینطوری مطرح کرد، همون چیزی که آقای رحمانی هم ازشون پرسیدم، چقدر تاب‌آوری حکومت رو در قبال نوع فعالیت‌های مدنی و اعتراضات مدنی نرگس می‌بینید؟ به هر حال جنس فعالیت نرگس بسیار جنس شکل اعتراضاتش مدنی بود و خب حالا این رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟ همونطوری که اشاره کردید، نرگس از همکاران نزدیک کانون مدافعان حقوق بشر بود که سخنگوی کانون مدافعان هم هست و سال هاست که من نرگس رو میشناسم، با نرگس همکارم، در جریان فعالیت های حقوق بشری بسیار جدی و پیگیره که و این خصیصه بارز نرگسه که پیگیر کارها هست. میدونید که نرگس حدود 8 سال در زندان بود. وقتی که حبسش تمام شد و آمد بیرون، هنوز 1 سال نشده دو مرتبه دستگیر شد، بردن زندان. در این 1 سال با شجاعت تمام مجدداً کارهاش رو پیگیری کرد. اینکه چطور و چرا جمهوری اسلامی نمیتواند فعالیت های مدنی رو تحمل بکنه، متاسفانه از ابتدای انقلاب بر همین روال بوده و باید اضافه بکنم که نرگس زندان اولین هزینه نبود که داد، بلکه از محل کارش هم اخراج شد به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری. مدتی بیکار بود و کسی به او کار نمی‌داد و می‌دانید که فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر همه ما رایگان خدمت می‌کردیم. در حقیقت نرگس مدت‌ها بیکار و بی‌درآمد بود به خاطر اینکه می‌خواستن تنبیهش بکنن، تا اینکه با حکم غیر قانونی دادگاه انقلاب حمله کردن به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که این دفتر رو من با پول جایزه نوبل خریده بودم و تزیینش کرده بودم و محل خدمت همه ما از جمله نرگس بود، اونجا رو بستند و اخطار شد که اگر ادامه بدهید برای همه شما مشکلاتی ایجاد خواهد شد. اما کانون مدافعان حقوق بشر سری ایستادن نداشت، برای اینکه حرف حق رو میزدیم. ما فعالیت ها به صورت دیگری، یعنی در دفتر من پیگیری میشد که به دفتر من هم حمله شد در سال 88. اون وقایعی که پیش آمد، پرونده سازی کردم برای تمامی همکاران و اونها به زندان رفتن، از جمله نرگس که به تناوب رفت و آمد بیرون. و همونطوری که آقای رحمانی هم اشاره کردن، در یکی از این زندان رفتنها بیماری بدی گرفت که در حقیقت فلج ادواری عضلانی شد که مدتها درمان میکرد و برای ادامه معالجه بیرون بود که هنوز معالجش تموم نشده، دو مرتبه او رو از در حالت بیماری بردن زندان. وقتی که در زندان بود، بارها بیمار بود و با توجه به اینکه یه مشکلات ریوی هم از قبل داشت، از درمان او جلوگیری میکردن. قرص های لازم رو به اون نمیدادن تا حتی که سلامتیش مختل شده بود. اعتراضات فراوانی شد و به هر حال حتی یک عمل جراحی برای او که پیش آمد، روز بعد از عمل اجازه ندادن که در بیمارستان باشه، به زندان برش گردوندن. منظور از گفتن این شرح حال این است که در زندان نرگس رو بسیار اذیت کردند.
هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی. دوری از بچه ها برای یک مادر بسیار سنگینه و تنها دلخوشی نرگس این بود که هفته یک روز از راه دور به مدت چند دقیقه با بچه های صحبت میکنه، که این خوشی رو هم به بهانه های مختلف از اون میگرفتن. یعنی تو یه چیزی میشد فورا میگفتن سه ماه حق تلفن ندارید، و تازه برای به دست آوردن همین حق تلفن چند دقیقه‌ای در یک هفته نرگس مبارزه زیادی کرد و از داخل زندان هم کمپین حمایت از مادران زندانی رو به راه انداخت، که این کمپین صدای او رو از پشت میله های زندان هم به بیرون انعکاس داد و یک گرد همایی اعتراضی در لاهه ترتیب داده شد که من و آقای رحمانی و تعداد زیادی از ایرانیان در اون شرکت کردیم، که مبتکر این کار در حقیقت نرگس بود. مجموع این فعالیت های نرگس باعث شد که اجازه دادن به نرگس و همه مادران زندانی که حق تلفن به فرزندانشون داشته باشن. اما بعد از اینکه این حق رو دادن، تازه به بهانه های مختلف نرگس رو از این حق محروم میکردن. و منظورم این است که نرگس تحت شکنجه های جسمی و روحی فراوانی در زندان هم قرار گرفت، که بخشی از اون رو گفتم. وقتی که نرگس بیرون آمد، حکومت امیدوار بود که مجموعه اذیت و آزار باعث بشه که نرگس دست از فعالیت برداره. اما ضرب المثلی معروف داریم که میگه هر چی که تو رو نکشه قوی ترت هم میکنه، و مجموعه این اذیت ها به نرگس ثابت کرد که راهی که میره درسته و باید ادامه بده، و این بار با شهامت و شجاعت بیشتری ادامه داد، که در زمینه های مختلف از جمله حمایت از مادران دادخواه و همچنین مخالفت با سلول انفرادی فعالیت میکرد. در زمینه سلول انفرادی مصاحبه هایی با افرادی که تجربه های دردناکی در این زمینه داشتن و انجام داد، که نتیجه اون دو جلد کتابه که به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، و همچنین فیلمی که از این مصاحبه ها و مجموعه اقدامات نرگس ساخته شد، که شما دارید اون رو نمایش میدید. بسیار متاسفم که هنگامی که نمایش این فیلم شروع شد، که نرگس خودش نیست که نتیجه اعمال خودش رو ببینه. اما اینکه دنیای آزاد چه میتواند انجام بده برای کمک به افرادی مانند نرگس که در اثر فعالیت‌های حقوق بشری به زندان میفتند. ببینید، کشورهای دموکراتیک که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، بایستی در عمل این حمایت رو ثابت بکنه. به عنوان مثال، وقتی که به ایران سفر میکنن، فقط با اعضای حکومت ملاقات نکنن، بلکه با جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر هم ملاقات داشته باشن، و بدین صورت به حکومت ایران نشون بدن که اهمیت داره این گونه فعالیت ها برای اونها. یا در هنگام مذاکرات اقتصادی و سیاسی، حتما مسائل مربوط به حقوق بشر میبایستی جز موضوع مذاکرات باشه. من متاسفم که یادآور بشم، الان سال هاست 24-5 ساله که اروپا
در زمینه مذاکره با دولت ایران فقط به فکر امنیت خودشه، یعنی فقط در زمینه مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای مذاکره میکنه، و حالا که علاوه بر انرژی هسته‌ای که مورد نظر کشورهای غربی و آمریکاست که میخواهند امنیت خودشون رو تامین بکنن، در حقیقت مسئله امنیت فردی شهروندان ایران هم باید مورد نظر باشه. اونو باید راجع به وضعیت حقوق بشر هم به ایران نگاه بکنن، و اولین نگاه این است که سوال بکنن چرا مدافعان حقوق بشر در زندان هستن. نرگس با تمام سوابق قابل تحسینی که داره در زندانه، چرا؟ علاوه بر نرگس تعداد زیاد دیگری به جرم همین فعالیت‌ها در زندان هم، چه زن و چه مرد. اسم اینا رو چرا نمیبرید؟ چرا سوال نمی کنید گناه این افراد چه بوده که الان بسی در زندان باشن؟ یه نویسنده چرا باید در زندان باشه؟ وکیل دادگستری چرا باید در زندان باشه؟ مدافع حقوق بشر مگه چه کار کردی که باید در زندان باشه؟ این سوالاتی است که ما مردم ایران به کرات و روزانه از حکومتمون میکنیم، هم پاسخی نمیگیریم. اما کشورهای دموکراتیکی که الان به خاطر مذاکرات هسته‌ای با ایران دارن معامله میکنن، اینها را باید سوال بکنن. مسائل حقوق بشری بایستی روی میز مذاکره باشه، و در زمینه نهادهای مدنی کشورهای اروپایی، اینها درخواست من از این گونه نهادها از جمله مؤسسه پن این است که این گونه مسائل رو تکرار بکنید و کشورهای مطبوع خودتون رو توجه بدهید به اینکه روش دوگانه ای که در مورد حقوق بشر در پیش گرفتن به ایشوش درست است. حقوق بشر یه مقوله غربی و مختص به شهروندان غربی نیست. حقوق بشر یک جهان شموله. مردم ایران هم حق دارن از همان آزادی هایی برخوردار باشن که مردم نروژ. و من در اینجا سپاسگزارم از مؤسسه پن و به ویژه پن نروژ که با حساسیت به آزادی بیان نگاه میکنه و حمایت میکنه از کسانی که به خاطر قلم در زندان هستن. حمایت های شما برای ما بسیار مفید خواهد بود. خیلی ممنونم خانم ارادی عزیز. آسیه جان اگر سوال خاصی دارید از آقای رحمانی یا خانم عبادی شما بفرمایید، چون فکر میکنم مجموع زمانمون خیلی زیاد نیستش. من سخنی ندارم غیر از این که اگر در واقع در مورد فیلمی که قرار نمایش داده بشه در کنار این مصاحبه اگر صحبتی هست اضافه میتونن بفرماین. ما میدونیم که این فیلم به طور مشخص در مورد فعالیت اخیر دست کم دو سال اخیر نرگس محمدی بوده در مورد سلول انفرادی. اگر جناب رحمانی سرکار خانم عبادی صحبتی در مورد این فیلم دارن خواهش میکنم که بفرمایید. این فیلم ها نتیجهش دو تا کتابی که منتشر کرده بنیاد باران سوئد و زحمت کشیده. این فیلم مستند تلاش میکنه که یه چیزی نشان بده که معمولا در پس این اعترافات وحشتناک تلویزیونی از توی زندانیان سیاسی رخ میده.
و میخواد نشون بده در این سلولای انفرادی چی میگذاره که زندانی علیه خودش و یاران خودش اعتراف میکنه و یکی از حربه‌های حکومت‌ها برای استمرار و دستگیری پرونده سازی و توقیف کردنه. در تمام 44 سال گذشته تا اونجایی که من یادم میاد حتی قبل از انقلاب این اعتراف‌ها منجر به اعدام، کشته شدن، خیلی عوامل دیگه شده. خب این یه فیلم، یه تلاش مستند در این مورد. نرگس قصد داشت فیلم دوم هم بسازه. دو تا کتاب شکنجه سفید منتشر کرد. وقتی میگفت که با عواملی سرمایه جور بشه که من بتوانم این قسمت دوم هم بسازم. این دو قسم، این فیلم تلاش نرگس و دیگران در به تصویر کشیدن و اون حالتهایی که در این مصاحبه هست، اگه دقت کنید لحظاتی کسایی که تو سلول بودن حالتهایی از خود که نشان میدن که اون فشار سلول انفرادی و یه جایی فیلم طرف میگه بعد از اون فشارم حرف زدن میخواستم برم تو حمام بدن خودم رو به اینقدر بتراشم انگار به بدنم چک چسبیده بود. نشان دادن این احساس ها که تو سلول انفرادی با انسان چه میکنن به نظر من یکی از برجستگی های این فیلمه که خب با محدودیت های ساخت خودش در ایران مواجهه. اینجور فیلم ها به فیلم هایی نیستن که بشه با امکانات زیاد ساخت. از این منظر این فیلم به نظر من قابل تأمل. خیلی ممنون. سرکار خانم عبادی. من چیز اضافه ای ندارم جز این که بگم این فیلم در مدت کوتاهی که نرگس بیرون از زندان بود با تلاش او ساخته شد و در حقیقت نشان از یک دورانی در زندان داره که فرد کاملا منزویه و با بیرون ارتباط نداره، حق داشتن وکیل نداره، ملاقات با خانواده نیست و تنهایی مفرد در یک اتاق کوچک به هر حال فرد رو آماده پذیرش اعترافات دروغین ممکنه بکنه. افرادی که اعتراف کردن علیه خودشون تماما از چنین مواردی صحبت کردن که چگونه در تنهایی مطلق روزها و بلکه ماها اونها رو نگه می‌دارن و این تنهایی مطلق توهم زاست. ببخشید که بین صحبتتون میام، میخوام بدونم که نمایش این فیلم در جامعه جهانی چه تأثیری خواهد داشت؟ به نظر شما مخاطب نروژی چه انتظاری ازش دارین وقتی که به تماشای این فیلم میشینه؟ تماشای این فیلم این تأثیر رو خواهد داشت که با شرایط ایران و اینکه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران چگونه از باشون رفتار میشه و چطور حقوقشون نادیده گرفته میشه و چرا برخی حاضرن علیه خودشون اعترافاتی بکنن، حتی میدانن که کشته خواهند شد، این اعتراف دروغین رو بکنن، چرا؟ این چرا رو این فیلم نشون میده. خیلی ممنونم. من یه تجربه بگم، میگم در رژیم نازی آدم برای کارهایی که میکرد اعتراف میکرد، در رژیم استالین آدم برای کارهایی که کرده مثل قبلا کرده و میکرده اعتراف میکرد، در جمهوری اسلامی شما برای کارهایی که در آینده هم خواهی کرد اعتراف میکرد. انفرادی با این سوژه همواره یه وسیله بزرگ شکنجه است. یه نکته میگم، تنوع مصاحبه شده ها در فیلمه که تقریبا با معیارهای حقوق بشری نرگس
چیز هماهنگه و هیچ تبعیضی نیست، هم توش بهائی هست، هم مجاهد هست، هم فعال مدنی هست، هم فعال حقوق زنان هست، هم فعال اصلاح طلب هست، هم توی توده ای با سابقه های عمویی هست. این در این فیلم نیامده مثلا انفرادی برای یکی حقه برای یکی حق نیست، کلا میخواد بگه انفرادی شکنجه است برای هر کسی با هر عقیده ای. خب این خودش یک معیار حقوق بشر، یک معیار حقوق بشری. خیلی ممنونم مولو جان. بنیامین جان مرسی، ممنونم واقعا ازتون، از توضیحاتتون و از این جلسه که درش حضور پیدا کردیم. واقعا امیدوارم که نمایش این فیلم با کمک پن نروژ بتونه تاثیرگذار باشه در همین کشور. بنیامین ممنون ازت بابت برگزاری این جلسه و هستیم در خدمتتون. خیلی ممنونم از تمام دوستان بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردن. به نکات بسیار مهمی اشاره شد و اینکه امیدوارم که آرزوی بزرگی است، ولی خب امیدوار بودن جرم نیست. امیدوار باشیم که هیچ کس به خاطر آزادی بیان زندانی نشه، آزار و اذیت نبینه،